برو. 3 2 1 تا توی دبیرستان این چیزایی که بچه ها مثلا می نوشتم خودشون کارگردانی می کردم بازی کردی؟ یکم منظور چی؟ یعنی یه سری بعضی از تئاتر رو یعنی طور نبود که حالا مثلا انجام بشه یعنی به مرحله ای باشه ناحیه ای باشه اون طور نبود یعنی گروه خودمون مثلا تو کلاسی برای در حد فقط مدرسه داریم نقشی که بازی کردیم چی بود؟ یادت چه نقشی بازی کردیم؟ نه فراموش کردیم فراموش کردیم؟ نه باید فراموش کار باشی کردیم نقشی یعنی فیلم های مثل فیلم قرمز شما یه جورایی اونو بازی کرد یعنی همون دیگه چی بازی کردیم؟ نقش خانم هدیه تلویر نقشه تو تا اونجا بازی کردیم الان یاد اتماعی تیکه بازی کنی برای ما اولش فقط دیالوگاش ولی نه که دو طرف به متقابل داره خب حالا یک طرفش تو بازی کن بعد یعنی تمام دیالوگاش فقط نه چیزی که یادته میخوام اون نقشی که بازی کردی فیلم هایی میخوام اون چیزی که یادته بازی کردی خب دقیقا تمام دیالوگا رو یادم یادته چی دیگه دیگه چون فیلم قرمز من 33 بار دیدم 33 بار دیدی؟ من 10 بار رفتم سینما بقیهش هم ضبط کردم خودم یعنی هر شب میدیدم مثلا چه صدای هواپیمای وحشتناکی تو زخما بده بقیهش هم آره آقای مشهد من نگاه کن چی شده باز کن آره آره آقای مشرقی، عموی عزیز، حکایت پدر من با حکایت ناصر فرق داره. حکایت پدر من حکایت آرمانه، حکایت من حکایت آزار. نشونیشم زیر چشمم. ناصر با همه فرق داره، اون یه جور دیگه است. اگه مثلا یه موضوعی باشه کسی خونمون باشه، چون دوست دارم کسی بشنوه، یواش گریه میکنم ولی تنها بشم بالشتو میگم جلد زنم میگم جیغ میزنم یعنی که آروم میشم الان اگه بخوای جیغ بزنی چی جور جیغ میزنی؟ بزن جیغ جیغ بزنم نه نه هرچی صدای بلند جیغ بزن الان بزن جیغ بزنم آره جیغ بزنم اصلا نه ترس فکر کن هیچ کسی میده جیغ بزن آره آره بزن نه ترسیم آقا وقتی از ایسی میترسم جیل نمیدونم چه کام میکنی وقتی میترسیم؟ میپرم یه متر میپرم یه متر وقت؟ آره اصلا چی بلد ایسی بزنیم؟ چرا؟ خب بزن؟
سمینار سال چهارم دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد، دخترم مارال لیسانس نقاشی از دانشگاه تهران. خب خودم هم فریدون جیرانی هستم، متولد 1330 کاشمر، دوران تحصیلم مشهد طی کردم، دانشکده رو اقتصاد قزوین خوندم و از بعد از انقلاب وارد عرصه سینما شدم. من 19 بهمن 1330 در کاشمر متولد شدم و در واقع تا 6 ماهگی در کاشمر بودم، ولی بعدش دیگه اومدم مشهد. تا 6 سالگی مشهد بودم، بعدش رفتم، چون پدرم رئیس اداره بود و دائم منتقل میشد و کارش در شهرستان های مختلف بود، رفتم تربت ایدریه و از کلاس اول دبستان تو تربت ایدریه بودم تا سال 1347. از 47 دوباره اومدم مشهد و در واقع مشهد در دیپلم گرفتم، بعدش در کنکور دانشگاه شرکت کردم، در رشته اقتصاد قبول شدم، اومدم مدرسه اقتصاد قزوین و اونجا درس خوندم. بعدش هم اومدم تهران و خبرنگار روزنامه شدم و در روزنامه اطلاعات استخدام شدم به عنوان خبرنگار سرویس هنری، مصاحبه و خبر. و بعد هم که انقلاب شد، از سرویس خبر و از سرویس خبر هنری و مصاحبه اومدم به سرویس اقتصادی. بعد هم از روزنامه بازخرید شدم، کار فیلمنامه‌نویسی را ادامه دادم. چی بگی رابطت با بابا چطوره؟ با بابام خیلی خوبه، ولی خب یه وقتایی با هم دعوا میکنیم. چی؟ یه وقتایی سر یه مسئله با هم صحبت میکنیم، دعوامون میشه، با هم توافق نداریم، دعوامون میشه. به قول معروف کل کل میکنیم، یعنی چون پدر منم به مقدار اطلاعات در این حوزه این رشته داره، معمولا با هم صحبت میکنیم، بحث میکنیم و البته میگم بحثمون هیچ وقت بحث جدی نمیشه، چون یا بابا منو جدی نمیگیره یا من بابامو جدی نمیگیرم کلا، ولی خب همین بیشتر با هم دیگه همین بحثی داره همین زمین. بعد وقتی اگه به حرفم گوش کنه خب خیلی فیلماش بهتر میشه. بله، من همیشه سعی میکنم به عنوان سوم شخص نگاه کنم به سینما، نه به عنوان کسی که پسر فریدون جیرانیه. حتی فیلمای بابام هم اینطوری میبینم، یعنی میام بیرون وای میستم میگم اگر من پدرم فریدون جیرانی نبود این فیلم خوشم میومد یا نه. من اولین نفرم که معمولا فیلماشو میبینم، یعنی تو از خانواده‌مو. من اصلا سینما رو دوست ندارم. من بعضی فیلماشو دوست دارم، بعضیشو دوست ندارم دیگه، این نمیتونم خودم رو گول بزنم. بهش گفتی؟ آره، من همیشه بهش میگم، یعنی ما همیشه اولین کسایی هستیم که به فریدون انتقاد میکنیم. نه بستگیری هیچ دیواری بین من و بچه هام و فریدون وجود نداره. نه میتونی تمام مدت هم باشه، میتونی تمام مدت نه باشه. نه بالاخره چرا میتونم برم؟ تو تمام مدت برم، همه روز یعنی برم، بعد از ظهر، از صبح مثلا از ظهر هست تا سا شیش هفت. داریم میرسیم به محله بچگی و قدیمی ما، محله که بزرگ شدیم،
سالهای 30-40 یکم پایین‌تر، ابراهیم برو پایین‌تر، برو پایین‌تر، پایین‌تر. آها فقط رد نشی، آها همینجا فکر کنم آره این میره فروشی سر جاش الان. دست راست به پیش، ما میگفتیم دست راست، آره این میره فروشی همچنان هست، فقط شکلش هم بایرش عوض شد. ای وای اینجا یک ماسبندی بود که الان شده تعمیرات کفش سعادت. آره تمام خاطرات ما. آقا چرا اینطوری میگه دیگه برو ببین این دیگه این کوچه یه که ما دیگه چیز تو زندگی میکردیم از زمانی که پدرم منتقل شد. ابراهیم برو جلوتر، برو جلوتر، برو جلو، برو جلو، برو جلو، برو جلو، برو جلو، برو جلو. یه لحظه نگه دار. اینه، آره اینه، همین در آهنی اوله، پلاک 56 شده الان. اینا تغییر کردن. راجی امجاد طلایی متوسط بودید شما؟ من پدرم رئیس اداره بود دیگه. اولین فیلم 8 میلیمتری من اینجا گرفتم تو همین کوچه به نام کوچه یه اسم فیلم من بود بیژن خیال کرد. برو چلو برو چلو برو چلو برو چلو برو آهسته برو 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 برو. این در آهنی رو ببینی؟ الان این در آهنی که الان اینجاست یکم جلوتر یکم جلوتر 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 اینه. این در خونه آهنی خونه دوام ماست که دوران سینمایی ما اینجا بود دیگه. ولی الان میبرم تو شما رو به مکانی که من فکر میکنم یک نسلی از سینماگران مشهد یا سینماگرانی که الان در تهران هم هستن تو اون مکان چیز دیدن، زندگی سینمایی کردن. به شخص دست راستت اینجایی که دارم من نگاه میکنم که الان داریم میگردیم که بانک ملت و اینا رو داریم میبینی، اینجا سینمای سعدی بود، بهترین سینمای مشهد. یکم نگردار که در واقع تمام فیلم های خوب خارجی، تمام خاطرات فیلم های خوب خارجی بود، مثل حرفه‌ای ها، مثلا یک شب یک ترن، تمام آثار خوب سینمایی کمپانی ها، تمام مثلا آثار فلینت. این هم یک سینمای خاطر انگیز ماست. این در آهنی کثافتی که الان اینجا هست، همین در آهنی، همین دری که فل چیچیس هست کنار پروانه، کنار جواهری. این سینما هما بود، سینمای خاطر انگیز سالهای بچگی ما، قدیمی ترین سینمای مشهد. در آهنش هم شکلیه، شما داریم برای تاریخ ثبت میکنیم. اینو نگاه کن، این در آهنی رو نگاه کن که بسته است. سینمای فردوسی خاطر انگیز ترین سینمای ما، همین در آهنی که اینجا هست که جلوش ماشینه. یکم بریم جلوتر، این در کثافت هم نگردار، سینمای سانتراله. همین همین دره که میبینی سینمای سانتراله که فیلمای فارسی میزد و ما خاطره کمتری داریم، ولی این هم سینمای قدیمیه. ما نسلی هستیم که با دیدن فیلم زیاد در نوجوانی به سینما علاقه مند شدیم. با خواندن نقد، به ویژه نقدهای پرویز دوایی، سینمای جدی را شناختیم و فیلم دیدن مفهومش برای ما عوض شد. کم کم درک مفهوم و شناخت تصویر جای لذت بردن از فیلم را گرفت. سینمای جدید ایران از سال 48 شناخت را برای ما قابل لمس‌تر کرد. مهرجویی، تقوایی، بیضایی، کیمیایی و مقدم هر کدام یک جوری روی ما تاثیر گذاشتند. من فیلمنامه نویسی از مقدم در پنجره و فرار از تله آموختم. البته در اواسط دهه 50 شرایط طوری نبود که نسل ما بتواند به راحتی وارد سینما شود. تغییر شرایط و اصلا انقلاب باعث شد این نسل کارش را در سینما شروع کند. توی مشهد سینمای کوتاه فیلم کوتاه، سینمای 8 میلیمتری راه افتاد. تو تهران هم راه افتاده بود، تازه راه افتاده بود، اسمش رو گذاشته بودن سینمای آزاد. و از ساختن فیلم 8 میلیمتری شروع کردیم که اولین فیلم 8 میلیمتری که من ساختم اسمش بود بیژن و خیال و کف. بعد وارد فیلمای 16 میلیمتری شدم، دستیار فیلمای 16 میلیمتری شدم، فیلمنامه فیلمم 16 میلیمتری نوشتم و در واقع کار مستند کردم تا اینکه وارد روزنامه شدم و مصاحبه و در واقع خبر و محدوده سینما چرخیدن. نسل اول فیلمسازی در ایران فیلم فارسی سازان خانه نشین شده بودند. نسل دوم فیلمسازان، به ویژه فیلمسازان روشنفکر، با تردید و دودلی کارشان را شروع کرده بودند.
من و سباغزاده به عنوان فیلمنامه نویس و کارگردان رفتیم به سمت بخش خصوصی و اصلا خودمان با تشکیل یکی از اولین تعاونی فیلمسازی بخش خصوصی جدید را شکل دادیم. کار در بخش خصوصی از همان ابتدا به من آموخت که باید بین علایق شخصی و علایق تماشاگر عام تلفیق ایجاد کنم. کاری که کیمیایی در سالهای آخر دهه 40 و اوایل دهه 50 در آن استاد شده بود. بعد از پایان جنگ بود که تحت تاثیر مرجویی متوجه شدم باید برای طبقه متوسط بنویسم. همین تغییر روی فیلمنامه من تأثیر گذاشت و باعث تغییر فیلمنامه‌هایم شد. زیر بام‌های شهر، در آرزوی ازدواج و نرگس حاصل این تغییر بود. البته کم کم دریافتم که طبقه متوسط ایران و طبقه متوسط اروپا فرق می‌کند. بنابراین باز هم متوجه شدم آن سینمایی می‌تواند در ایران تماشاشی داشته باشد که میانه سینمای روشنفکری و بازاری قرار بگیرد. سینمایی که داستانی جذاب، ساده و قابل هضم را با ساختاری کمی پیچیده، درست‌تر، قابل قبول‌تر و پخته‌تر ارائه دهد. از سال 59 به طور حرفه‌ای وارد کار سینما شده با فیلم آفتاب نشین‌ها ساخته مهدی سباغزاده که از دوستای قدیمیش تو همون جریان سینمای آزاد مشهد بوده. سالهای بین 50 تا 59 سالهای سیاسیه، سالهای آرمانخواهیه، سالهای آرمانگراییه، سالهایی است که همه دنبال یک آرمانی هم دوباره تفکر آرمانخواهی هم. بنابراین هر کسی دانشجو باشه یه جور گرایش بدن میکنه، محصل هم باشه یه جور گرایش بدن میکنه، کارم بسید جور گرایش بدن. ما در مطبوعات که بودیم گرایش های شکلی داشتیم، بنابراین وقتی وارد سینما شدیم، به فیلم نویسی شدیم، به فیلم هشت می‌خواستیم بسازیم، با این گرایش می‌ساختیم. در سال 1366 به خاطر وسوسه کارگردانی که داشته فیلم صعود رو ساخته که فیلم از همه نظر با شکست مواجه شده و این نکته‌ای که خودش هم بهش معترفه. شکست فیلم صعود باعث شد که فریدون حدود 10 سال این وسوسه کارگردانی رو کنار بذاره و به کار تو همون حیطه فیلمنامه‌نویسی ادامه بده. منتها دومین تجربهش در مقام کارگردان که فیلم قرمز محصول سال 1377 بود، هم یه موفقیت تجاری بزرگ بود و همین که تونست نظر افراد صاحب نظر تو این زمینه رو به خودش جلب کرد. حوادث صفحه حادثه روزنامه ایران رو جمع می‌کردم و می‌خوندم و پیرامون اون صفحه می‌رفتم دادگاه، یعنی می‌رفتم دادگستری و ساعت‌ها توی راهروهای دادگستری وای می‌استادم، توی دادگاه‌ها می‌نشستم و دعواها رو می‌دیدم، می‌شنیدم و این خیلی صفحات زندگی آدم تا یه جایی سفیده، بی هیچ حرفی و کلمه، درست مثل کاغذ سفیدی که رو میز جلوت میذاری و ساعتها بهش خیره میشی تا بالاخره داستانتو شروع کنی. مرسی آقا، دمت گرم، یه منفعت داشته بده من از شهر این کنسو خلاص کنم. بیا پایین من غلط کردم، گف خوردم، اشتباه کردم. ببین، من میدونم 5 سال زندگی تحروم کردم، میدونم تو زندگیم حماقت کردم، به من فرصت بده جبران کنم، فرصت بده. بیا همش مال تو، طلاقم بده بذار برم. این فکر از سرت بیرون کن، من طلاقت نمیدم. دیگه نمیدونم چجوری حالیت کنم، هر زندگی یه جایی یه وقتی تموم میشه، این زندگی هم الان تموم شده. من قبلا هم بهت گفتم الان پول میخوام، الان خونه میخوام، الان ماشین میخوام، الان همه اینا به دردم میخوره. من تا جوونم از زندگی کنم. تو یه روشن فکری، میدونی که وقتی زنی شوهرشو دوست نداشته باشه دیگه نمیتونه باهاش زندگی کنه، نمیتونه، میفهمی؟ بس دیگه. توی سه تا فیلم اولش اگه صعود رو بخوایم نادیده بگیریم، یعنی قرمز و آب و آتش و شام آخر، یه تمرکزی هست روی شخصیت‌های روانپریش. Thank you.
چی باید بگم؟ هر چی که میدونی. من خیلی چیزا میدونم، ولی نمیتونم همه زندگی خانومو بریزم بیرون. من محرمش بودم. اگه نگی حقیقتو پنهون کردی، این مثل رو گفتن میمونه. حقیقت هیچ وقت پنهون نمیدونم. پس حقیقتو پنهون نکن، بگو. ما اگه تمام داستان ندونی نمیتونیم عدالت اجرا کنیم. کدوم عدالت؟ دیگه چه فایده داره؟ بقیه چی؟ دنیا که تموم نشده، باید خوب و بد همه چی گفته بشه تا سر بقیه نیاد. خانومم همینو میگه، شب تا صبح میشست هی مینوشت، انقدر که من دلم به حالش میسوخت. داشت داستان زندگیشو مینوشت. یه دفعه ازش پرسیدم آخه این همه زحمت به چه درد میخوره؟ گفت اینا قصه نیست، تاریخه. اگه میدونستی دوباره به سرمون نمیامد. خانم میهنم میخواست داستانش رو کتاب کنه که همه بخونه، میخواست کتابش رو چاپ کنه که اون بشه. وقتی تو در بخش خصوصی کار میکنی مجبوری یک نکاتی رو برای جذب مخاطب عام رعایت کنی، و من فقط کوششم این بوده که این نکات رو با استاندارد سینمایی تلفیق کنم و لااقل سلیقه سینمایی رو پایین نیارم. یک دغدغه دیگه ای که فریدون داشته به عنوان کارگردان، و اینو همیشه چه تو فیلماش نشون داده چه تو گفتگوهاش همیشه گفته، این توجهش هست به چیزی که خودش بهش میگه سینمای بدنه. تعریف من این بود از سینمای بدنه، سینمایی که بتونه با مخاطب عام رابطه برقرار کنه و به شعور مخاطب خاص هم احترام بذاره. منظور اون از سینمای بدنه یا سینمای میانه که بهش اشاره میکنه همون جریان به اصطلاح مینستریم یا جریان اصلی هست تو سینمای هالیوود یا جاهای دیگه. همیشه مثال من فیلم بسیار زیباییه که خیلی دوست دارم، لیلای مهرجوییه، که معتقدم هر دوگانش رو داره، یعنی هم میتونه سینمای جشنواره‌ای باشه، هم میتونه سینمای بدنه و مخاطب عام باشه، هم میتونه سینمای شخصی باشه. فیلم سازی به من تجربه است. ببینید هیچ وقت فیلم سازی برای خودشون چیز میذارن، مثلا کلاس میذارن که آقا ما داریم مثلا یا ما مؤلفیم یا مثلا من دوستم تو روزنامه‌نگار بودم، ژورنالیست بودم، الان دوست دارم با تو تجربه حراس کنم. فردا بهت میگم آقا بریم حسن این چیزا هستن، فیلمای کمدی اکشن ها هستن، ترنسیلا بود، اسپنسرا با اون بوکس بازی ها و اونا، اکشن کمدی، بیم اکشن کمدی کار کنم. یا اصلا اکشن کمدی بریم مثلا توی اون کمدی رومانتیک های جدید مثلا کار کنیم، یا از کمدی رومانتیک های جدید بریم به یک نوار مثلا اینجوری. اینش دوست دارم از سینما. از جمله من میتونم اشاره بکنم به تجربه‌ای که مثلا با فیلم تریلر داشته، فیلم هیجان‌زا در فیلم قرمز، که تو سال‌های اخیر اولین بار بود که تجربه از این نوع در واقع به عمل میومد، یا همینطور با بافت در واقع ملودرامای جنایی توی فیلم‌هایی مثل آب و آتش، شام آخر و تا یه حدی سالاد فصل، یا کمدی رمانتیک که بازم در سینمای ایران یک پدیده تازه توی فیلم صورتی. باشو بینم بابا. الو امیر حسین حاضره؟ توی؟ منتظر کس دیگه ای بودی؟ نه 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 اصلا. پس تو پش امیر حسین رو بفرست پایین. باش باشم. برای سه روز شلوار شد، جاکت، جوراب، لباس گرم تو ساکش گذاشتی؟ بله گذاشتم. گوش کن بیرون داره برف میاد، هوا خیلی سرده، لباس گرم یادت. باشه باشه یادم نمیره. نمیه بالا؟ نه زب دارم دیرم شده، زود باش بیارش پایین. خیلی خواهی نرم میرم پایین. وای 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 وای. امیر حسین بابا پاشو پاشو، مامانت اومده دنبالت. ای ماشالله بابا من پیپی دارم. پیپی داری؟ قربونت برم نریزی تو شلوارت که مامانت منو بدبخت میکنه. سب کن نگرد. بودو 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 آقا من این نماشنامت رو تا خوندم. خواب چطور بود؟ اصلا در نمیده، کم داره.
اصلا معلومه دیگه، وقتی هنوز روتوشش تموم نشده. نه اصلا رفتی روتوش نداره، این به مشکل چارچوب داره. شما اگه یه هفته من فرصت دید من روتوشش انجام بدم، بعد میتونی زرزر کنی. چرا رخته چرک امیر حسین رو تو ساک میریزی؟ مگه فضولی؟ نه فضولی نیستم، ولی خب تو یه روزی باید فرق روتوش و روپوش رو بفهمی. بس به چی؟ ببین روتوش کار تموم شده رو که تمیزش کنن میشه روتوش، کار نصف نیمه رو هم که روش خاک بریزن میشه روپوش. ببین پیمان جون تو بازیگری خوندی، تو اصلا نمیدونی عناصر درام چیه. من کارگردانی خوندم، من نمایشنامه رسی خوندم، من میدونم عناصر درام چیه. من یه ساعت قبل از که بری این طرف میسوزه، اون طرف میسوزه، یه ساعت یعنی کسی اینجا واسطه میسوزه بیرون؟ کوچولو سیلویت میشه که برامون مهم نیست، ما خوشش داریم، ما دوستش داریم. خب ما در 3-2-1 پس تو این محدوده که ما بحث میکنیم از فیلمایی مثل قرمز یا آواتش یا شام آخر، اگه اینکه ما این تعبیر داشته باشیم که شما فیلمسازی هستین راجب زندگی شهری طبقه متوسط کار میکنین، تقریبا میشه گفت با دیدگاه اجتماعی به روز میشه این تعبیر رو چقدر شما تعبیر ببین اون ستا رو من با همین نیت ساختم، صورتی رو با همین نیت ساختم، فقط ژانر به صورتی فرق میکنه که تو ژانر رو میشناسی کمدی رمانتیک. فکر کنم کمدی رمانتیک تو ایران اصلا شاید اولین تجربه نشده، یکی از اولین تجربه. اما تو قرمز هم با تریلر فیلم در ایران تجربه، اگر آثار سامور خاطر کنه میگی تریلر، تو فیلم های جنایی البته نمیشه یعنی نمیگفت تریلر رو، اصلا میشه گفت تریلر رو. باید راجبش فکر که از در دوره اون فیلم ساخته شده بودن که هنوز مفهوم ژانر تو سینما ایران اصلا شکل نگرفته بود، یعنی تلاش های در واقع فیلم سازای دوره شما هم نسل شما مثل خود شماست که این مقدار مسئله ژانر رو اینا به شکل جدی مطرح میشه. اینه که در مورد کار خاشکی ها نمیشه گفت بگه درست فیلم های جنایی هستن، ولی خب حالا تو دیگه جانشناسی تریلر قواعدش چیه؟ با خیلی متکی به قاعده ها فیلم می ساختم. قاعده ها یعنی در واقع قوانین سینمای استاندارد هالیوودی، یعنی اون قوانینی که من یک زمان خیلی دوست داشتم، قوانینی که معروف به قوانین سیتفیلد، یعنی نقطه عطف اول و نقطه عطف دوم و نقطه عطف میانی و فلان. اما در ستاره ها این تجربه رو شکستم، یعنی قواعد رو فراموش کردم، خودم شدم خارج از قواعد، یعنی فکر نکردم حالا کجای فیلم نقطه عطفه، کجای فیلم نقطه عطف دومه، کجای فیلم نقطه عطف سومه. ساختار حرفه‌ای رو حفظ کردم اما دیگه زیر قواعد زدم. اینم تجربه تازه‌ای بود که شاید مسیر آینده فیلم سازی من رو یکم تغییر بده، به این دلیلی که دلم دیگه نمیخواد برگردم به قواعد. آنه شم، یه بعدی من دوستانه ها رو بذارم آقا. آقای فرشید اسمت دیگه؟ آرش هست. آرش، یادم رفت. آرش قجری با قاجار نسبتی داره؟ بله، مخفف و قاجاره. آره. ببین این جاده که داری میگه از مزخرف‌ترین جاده های تاریخ بشریت. خیلی ممنون. تو در واقع ببینید جاده های بعد حرکت میکنی. بله. و این جاده سه دیگردنه مهم داشت.
بعد درا عوض شد. خیلی قشنگه. اینجا من زندگی من چه سالی هایی که اینجا من سال 30 و 40 تا فکر کنم 44 همین خونه؟ همین خونه نمیدونم کسی توش زندگی میکنه نمیکنه به نظر نیسته کسی زندگی نمیکنه یعنی شکل شمایلشون نمیره چی زندگی کنه که گاهی این شهرستان کوچیک ما قدیم تو زندگی میکرد هیچ فرق هم نکرد یعنی در واقع هیچ پلا همون حوز صندلی همون صندلی ساختمون فقط یکی ساختمون انتهای باغ ملی فقط فرق اینجا هم کنارش همون سینمای معروفه که شما فلان شده بخشی از خاطرات ما اینجا گذاشته خاطرات بچگی نوجوانی و در واقع خاطرات سینما رفتن بستنی خوردن موسیقی گوش دادن خیال بوده مگه نه یک مقدار مقوله نوشتم زمینه سینمای کلاسیک باز از دوره خیلی قدیم دنبال می‌کرده این فیلم‌ها رو و هنوز علاقه‌شو حفظ کرده و فیلم‌ها رو می‌بینه
در زمینه سینمای روز ایران به خاطر اینکه یکی از دست اندرکاران این سینماست، طبیعی هستش که جریان‌ها رو دنبال می‌کنه و در جریان تمام تولیدات و فیلم‌های روز هست. و نکته مثبت دیگه این هستش که برخلاف بعضی از همنسلاش که کلاً فاصله گرفتن از سینمای روز جهان و دنبال می‌کنن، ذهنیتش در این زمینه خشک نیست و با فیلم‌های سینمای روز جهان دنبال می‌کنه و سعی می‌کنه با این فیلم‌ها رابطه برقرار کنه و در جریان تحولات در واقع سینمای روز هست. اینا باعث میشه که یک آدمی باشه صاحب دانش سینمایی و تئوری در این زمینه که خود این به نوبه خودش به کار در واقع فیلمسازیش میاد. یعنی آدمی هستش که وقتی یک فیلمی میخواد بسازه در یک زمینه خاصی، در اون زمینه تحقیق میکنه به خاطر به خصوص سابقه کاری که در ژورنالیست و روزنامه نگاری داره و یک ذهن پژوهشگری داره که در واقع این به کار فیلمسازیش هم خیلی اومده و میاد. تو بحث کردن از سینما نکته جالبی که برای من داره این هستش که آدم جزمندیشی نیست و پذیرای نظر طرف مقابلش است. همیشه برای حرفای شما اگه منطقی باشه گوش شنوا داره و آدمی است در واقع متساهل و متسامح تو بحث‌های سینمایی. خود من بحث‌های سینمایی خیلی طولانی و برای خودم خیلی جذابی باهاش داشتم و مجموعه این ویژگی‌ها هستش که به نظر من حتی تصویر یه شخصیت دوست داشتنی رو ازش به دست میده.